مراقبت فرزندان از طرف پدر و مادر سوال چی نصیحت میکنید اگر من یکی از نصیحتی پدر و که مادر قال برای احد تربیه فرزند الوالدین خود بداء چیزهای الرعایه و شخصی او را التربیه تفتیش بکند بتفتیش و اگر ممتلكات چیزی از الشخصیه منشوده ها را للاولاد پیدا کند پس واذا او ما حق وجد دارد ما که آن هو را حرام گرفته او از بین ممنوع ببرد فهل جواب يحق نصیحت من للجن چنین است که بل در هو هر وقت ينصح مثلا ان در يقوم یک هفته یک الوالدان بين مرتبه الخطبه چیزهای الاخرى شخصی لتفتيش فرزندان را ممتلكات پدر و مادر اولادهما تفتیش بکند وذلك زیرا لما بگمان قد شیطان يزينه همه آن الشيطان چیزهای منشوده للاولاد را به من ابتداء شيء فرزندان زینت می محرم دهد لا چیزهایی که يحل نظر النظر کردن اليه بر آن حرام اما است و يحل یا چیزهایی که سماعه گوش کردن فهذا آن من جایز نیست این همان المسؤوليات التي مسئولیتی اوجبها است الله که الله على سبحانه و الوالدين تعالی به تجاه پدر و مادر آن ابنائهما را واجب وكثير من گردانیده است الابناء و بسیار والبنات دختران و كان پسران السبب را في پدر و هدایتهم مادر سبب شدند وتوفیقهم که بما هم آنها فيه من هدایت المنکرات یافتند و آن والآثام گناه ها و وسقطة منکراتی که می آبائهم کردند آن را وأمهاتهم ترک کردند وحصول زیرا پدر و آیتهم مادر آنها والقضاء از على اول ملوکهم در في أولهم مراقبت آنها بودند وتعليمهم آنها را لصاحب از أو روزی صاحبة که به السوء راه در من آمدند أول از قهر دوگانه های بد و وفي از أكثر دوستان بد الأحيان حذر يعرف کنندند ما نمی عند ماندند که الأبناء به نزد آنها بروند و در بسیار وقتها پدر و مادر از گناه و منکرات والبنات فرزندانشان من با خبر می المنكرات شوند با لتفتيش تفتیش کردن حقائبهم خلطه أو کتاب و قراءة یا با كتبهم أو خواندن معرفة کتاب آنها و آثارهم یا با دانستن وكم من دوستان شاب أو آنها چند شابة از دختران و تمنيا ألا پسران أراقب تمنا می أهلهما کنند که ای کاش تصرفاتهما پدر و مادر می وفتشوا داشتیم و متاعهما آنها في ما را أول تربیه حياتهما می دادند قبل این همه تنشؤ مراقبت ها الفساد من بعد قلوبهم ظاهر شدن وهذه بدی آنها المراقبة است لیکن تمنح الأب فرزندانی إذا که در ظهر حقیقت للوالدين خوب هستند أمانة و از على همه هداية بدی ها خود الفعاط را دور لوالديهم نگه می أما دارند إذا پس كان مراقبت الولد آنها به والدان پدر و لاستقامة مادر شرط نیست و الابتعاد نه عن تفتیش المنکرات کتابدان آنها فليس و نه للوالدين چیزهای ولا شخصیشان زیرا لغيرهما در چنین مراقبة حالت اگر ولا آنها را تفتيش تفتیش کرده الممتلكات شود در الشخصية بین آنها لأن گمان ذلك بد يدخل و في جاسوسی سوء پیدا الظن می گردد و الله والتجسس سبحانه و أيها تعالی در الذين قرآن آمنوا فرمود ای مؤمنان لتجد از گمان كثيرا بسیار من اجتناب کنید الظن هر آینه إن بعضی از بعض گمان ها الظن گناه إثم است و ولا جاسوسی نکنید تجسسوا و اگر روزی وأما شود إذا که وجد پدر و الوالدان مادر از شيئا چیزهای محرما شخصی فرزندان فإن خود الواجب چیزی حرام عليهما شده را پیدا إخلاءه کردند ومن پس به ثم آنها واجب است که نصيحتهما آن را وجب نیز معه کنند و هذا آن گناه را به گردنشان مانده آنها را نصیحت منكر بکنند فعن از أبي ابی سعید سعيد خدری الخدري رضی رضي الله الله عنه عنه روایت است که گفت از سمعت پیامبر رسول صلی الله الله صلی علیه و الله سلم عليه شنیدم وسلم که می يقول گفتند ما کسی از رأى شمایان منكم اگر یک منكرا منکری را فلیغیره ببیند بيده پس آن بيده را با دستش تغییر بدهد پس اگر با فإن لم دستش يستطع تغییر داده فبقلبه نتوانست پس آن را با وبيده زبان كأضعاف خود الدين تغییر كله بدهد و اگر با والله زبانش تغییر داده نتوانست پس آن را با قلبش بد ببیند که آن از ضعیفترین ایمان است حدیث با روایت امام مسلم وأعلم.